سلام و عرض خدمت دوستان عزیز حالتون چطوره خیلی خوش اومدید هولدرهای های بی بیبی کوین به یک ویدیوی تحلیلی بررسی از این میم کوین دوست داشتنی و پرطرفدار که هولدرهای بسیار زیادی داره و اکثریت همه ما میخوایم که قیمتش یک رشد رو داشته باشه ولی باید اون میارهای های مثبت خودش رو داشته باشه و اینای مثبت خودش رو داشته باشه اتفاقایی که خبرایی که در آینده قرار هستش براش منتشر بشه همشون مثبت باشن تا ما شاهد این باشیم که یه پامپ فوق فوق رو داشته باشه همونطور که داری نموداری نگاه میکنید قیمتش تقریبا روی کف خودش هستش که حالا جلوتر انتهای ویدیو ما تکنیکالی بیشتر راجع به صحبت خواهیم کرد که چرا داریم کم کم به اون محدوده خرید خودمون میزنیم میرسیم و ممکن هستش که قیمت از همینجا یک سود خوبی رو داشته باشه ولی قبل از اون همونطور که میدونید خیلی ها دغدغه‌شون اینه که مثلا بیبی دوش چه تایمی داخل بایننس لیست میشه و مثلا اگر لیست شد قیمتش یک روشی رو تجربه کرد تا چه حدی میتونه امکانش وجود داره اول از هم حالا من یه بار برای همیشه میخوام این قضیه رو به اتمام برسونیم که صرافی بایننس یک صرافی بزرگ هستش که بیبی دوش کوین لیست نکرده درست هستش نه تنها صرافی بایننس بیبی بی کوین لیست نکرده کنار بایننس صرافی بزرگ دیگه ای هم هستن که هنوز مثل میم کوین بیبی کوین لیست نکردن شما وقتی من توی ویدیو گذشته توضیح دادم وقتی تو بخش مارکت میای نگاه میکنید میبینیم که مثلا صرافی های اینجا وجود دارن کوکوین به چشممون میخوره ولی صرافی مثل صرافی کراکن صرافی مثل صرافی ببین کوین بیس رو اینجا دارید میبینید خیر کوین بیس هم اینجا وجود نداره صرافی مثل صرافی رابین هود این ستا و کنارش بایننس چهار تا صرافی بزرگ که یه میم کوینی که پرطرفدار هستش ترند هستش رو هنوز داخل صرافی خودشون لیست نکرده، ولی فوکوس ها میشه روی بیشتر بایننس و حالا قبل از اینکه مثلا داخل صرفه بایننس لیست بشه نیاز هستش که توی این بزرگ صرف بزرگ بیان لیست بشن مثل کوین بیس و کراکن اینا لیست بشه وقتی که این اتفاق افتاد ما میتونیم شاهد باشیم بایننس بیاد لیستش کنه چرا چون که بایننس میاد نگاش میکنه معیارهای مختلف خودش رو میسنجه میبینه که آیا ارزش داره که مثلا این میم کوین رو بیاد داخل صرفه خودش لیست کنه اولین علتش اینه میاد نگاه میکنه ببینید تو بخش مارکت ها چه صرافی بزرگی لیستش کردن آیا صرفی بزرگی مثل کراکن و کوین بیس و یا صرفی دیگه مثلا مکسی اومده لیستش کرده از یه طرفی تیکش میخوره از یه طرفی میبینه که همه صرفی بزرگان بازار لیستش نکردن و همیشه در آخر بایننس با آخرین صرفی میشه داخل میم کوین ها که میاد برخیاشون رو لیست میکنه میاد اون رو میسنجه میبینه که لیستش کرده یا نه که فعلا بیبی دوش کوین از اون مسیر کوین بیس و کراکن رد نشده و بیشتر فوکوس ها داره میشه روی بایننس با برای اینکه داخل بایننس لیست بشه نیاز هستش که اول داخل کراکن و کوین بیس لیست بشه حالا این رو هم بگم مثل صرافی کراکن و کوین و رابین هود صرافی بزرگی هستن یعنی رقابت میکنن با صرافی بایننس و در همون حدی که اگر داخل صرافی بایننس بیاد لیست بشه رشد فوق رو میتونه داشته باشه داخل کراکن و کوین هم لیست بشه ما رشد فوق میتونیم از سمت ارز دیجیتال بیبی کوین باشیم که خیلی مهم هستش این موضوع و حالا یه معیار دیگه که میاد نگاه میکنه ببینه که آیا ممکن هستش امکانش وجود داره آیا ارزش داره که لیستش کنه قیمتی هستش که در حال حاضر داره اگر بری صرفی بایننس با رو نگاه کنید اون میم کویناشون رو بررسی کنید ارزهای دیجیتالی که تعداد صفر زیادی دارن رو لیستش نمیکنه و منتظر این هستش مثلا برخیشون تعداد صفر کمتری داشته باشن یا مثلا برخی از ارزهای تبدیل میشن به ورژن دوم یعنی اون تعداد صفرای خودشون رو کمتر میکنن الان مثلا بیبی بی تعداد صفرش 8 تا هستش این اگر کمتر بشه میشه مثلا 4 تا 3 تا اگر این اتفاق بیفته حالا میاد صرفی بایننس لیستش میکنه و میبینه که از قیمتی هم جای مناسبی هستش پس یک ارز دیجیتال میم کوینی مثل پرطرفدار بیبی دوج کوین این کارها رو باید انجام بده حالا ورژن دوم یکی از عواملی هستش که شاید برای هولدرها خیلی خوشایند نباشه چون این که تبدیل بشه واقعا به ضرر ها هستش و این اتفاق هم نمیفته و نکته دومی که وجود داره حالا ما بذاریم که از لازم تبدیل شدن ورژن دوم اتفاق نیفته صرافی هایی مثل کراکن و کوین بیس و رابین هود بیان لیستش کنن میاد چیکار میکنه خود بایننس میاد نگاه میکنه ببینه که حجمی داره چه مزایایی برای صرافی خودش داره حجمش خوب هستش دو میلیون دلار سه میلیون دلار حجم آنچنان خیلی خوشایندی برای صرافی های بزرگ نیستش نیاز هستش که بیبی دوج کوین حجم خودش رو افزایش بده حجمش از مثلا دو میلیون تا برسه به 10 میلیون تا برسه به 15 میلیون تا اگر ما شاهد این باشیم که یه ماه تو ماه سه ماه 15 میلیون 10 میلیون این محدود رو هم کنه دیگه نیاز نیستش که داخل صرافی مثل بایننس بیات لیست بشه خودش قیمتش خود به خود میاد یک رشد فوق العاده ای رو تجربه میکنه و اما اینا حالا نکاتی بودش که راجع به صرفی توضیح دادم و فکر کنم دیگه متوجه شده باشه که بایننس لیستش میکنه یا لیستش نمیکنه یکی از تحلیلگرایی که حالا داخل توییتر هم خیلی فعال هستش اومده بود یه نظری داده بود استارت بیبی دوج جالبه با این توییت بچا استارت خورده ایلان ماسک اومده نوشته بیبی دوج دو 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 اینا حالا خیلی خبردار نبودن که چرا کلا بیبی دوج متولد شده اون تایم ایلان ماسک اومد یه توییتی زد و بیبی دوج رو نوشت و قیمتش یه پمپ خیلی عجیبی رو تجربه کرد از اون تایم به بعد قیمتش یک روند کاهشی رو داشته به سمت پایین اومده حرکت کرده پس قیمت بی بی دوش از لحاظ صرفی من توضیحات کامل رو دادم نکته ای که هستش خیلی ها انتظار دارن که قیمتش مثلا یه تایمی خیلی ترن شده بود که رشد خیلی چند برابری رو داشته باشه یا مثلا اگر یه صفر بندازه دو تا صفر بندازه قیمتش چقدر رشد میکنه خب کاری که شما میتونید انجام بدی اگر میخواین از لحاظ درصد بندی نگاه کنی قیمتش الان چنده 8 داره نوسان میکنه درسته یه کاری که شما میتونید انجام بدید ببین میخوام کامل اینو توضیح بدم میای من اینجا یه دونه خطی میندازم روی دقیق عدد 8 0 از اینجا تا یک صفر رو بندازه ببین از اینجا تا بشه مثلا یک از یک بشه یک شما اگر 100 دلار بخری 100 دلار شما شده 10 برابر اگر اینجا همون 100 دلار رو نگهداری کنید رو هفت 701 رو نفروشید دو تا صفر رو بندازه خب 100 دلار شما میشه هزار دلار سه تا صفر رو بندازه 100 دلار شما میشه 100000 دلار 100 دلار شما میشه 1 میلیون دلار اگر مثلا 5 تا صفر بندازه پس آیا حالا با خودتون فکر کنید که قیمت هر چقدر این تعداد میره بالاتر از شما بیشتر هم خریداری کردن دیگه خب یعنی روی این عدده بیشتر خریداری برخی ها شاید مثلا سر هزار نفر شاید مثلا 50 هزار نفر رو همین عدد 8 دهه اومدن یه تعداد عجیب غریبی 200 دلار 300 دلار 500 دلار خرید انجام دادن و خودتون فکر کنید که آیا اگر قیمت بی کوین یک صفر رو دو تا صفر رو بندازه طرفی که مثلا 500 دلار خریده یا 100 دلار خریده 100 تا شده هزار تا دو تا رو بندازه هزار تا سه تا رو بندازه هزار تا به این شکل اگر باشه همه کسایی که هولدر بی کوین هستن باید میلیونر بشن میلیاردر بشن که این ذهنیت اشتباه هستش شما باید اون پایین ترین حد خودشو نگاه کنید و منطقی ترین حالت عددش رو نگاه کنید کسی که رو عدد 8 صفر در خریدی از بیبی دوش کنه انجام داده قیمتش اگر رشد کنه یک صفر رو بیاد بندازه نهایتا 100 دلار شما بشه 1000 دلار فقط این اوکی هستش و دیگه نمیشه خیلی بیشتر از اون روش حساب کرد پس من تارگتی که توی ذهن خودم دارم و دوست دارم که مثلا هر ماه شاید تو سبد میم کوین ها استراتژی ما به این شکل دیگه یه بخشی داریم سبد هستش ارزهای دیشال بزرگ بازار رو می خریم نگهداری می کنیم هر ماه یه مقدار اضافه میکنیم یه سبد هم داریم که میم کوین ها رو داخلشون خرید میکنیم و هر ماه به بقیهشون اضافه میکنیم بیبی دوش کنم یکی از اونها هستش و تا وقتی که قیمتش مثلا یه صفر رو کم نکرده من به فکر فروش نیستم ولی هر از گاهی ببین پامپ و دامپای داره اینجا یه پامپی داشته و این پامپا رو که تجربه کنه بیبی دوش کن من دوست دارم که رو اون محدوده یه فروشی ازش انجام بدم و تا وقتی که به این محدودا نرسه به فکر فروشش نیستم و رو حمایت سعی اون از پول مازادم اون پولی که خیلی به دردم نمیخوره یه مقداری از بیبی کنه اضافه کنه به هیچ عنوان نکته ای که هستش و خیلی ها فکر میکنم ما داریم آپدیت علی بیبی دوش میریم فقط داخل بازار ارزش حال بیبی کوین هستش خیر ما که داریم آپدیت تحلیل بیبی دوش میریم به عنوان یه میم هستش که به پول مازاد خودمون پولی که شعر از دستم بره نگرانش نیستیم ازش خرید انجام دادیم حالا یکی مثلا اون پول مازادش میتونه 100 دلار باشه یکی میتونه 1000 دلار باشه یکی که میتونه مثلا 10 میلیون تومان باشه اون پولش از دست بره نگران نمیشه ولی اگر بیبی دوش کوین اگر یه درصد دو درصد احتمال بدیم که پامپ خوبی رو داشته باشه بتونه بهمون همون یه سود فوق العاده ای رو بده این از این موضوع که توضیحاتش رو دادم نکته بعدی که هستش از از تکنیکال نگاه کنیم توی تایم فریم هفتگی هستیم در حال حاضر و یه ترند لاینی به این شکل حالا واسه به بی کوین میشه رسمش کرد این پایین تر ما بیاریم خیلی درست نیستش این ترن لاینه به این شکل میشه واسه به کوین رسم شد و یه واکنش ما اینجا داشتیم درسته یه دونه هم اینجا داشتیم حالا اینو میتونیم به صورت دو تا ترن لاین کنیم به این شکل حالت زون مانندی داشته باشه به صورت داینامیک باشه رو به بالا حرکت کنه یه برخورد اینجا داشتیم یه دونه اینجا داشتیم یه برخورد هم اینجا داشتیم و الان قیمت بی بی رسیده به برخورد اول دوم سوم چهارم ما که داره روی این محدوده نوسان میکنه و میخواد واکنش اینشون بده کاری که میتونه اتفاق بیفته این محدوده رو ما یه زون در نظر بگیریم برای یه پله خرید کردن حالا قیمتش پایین بیاد نهایت پایین اومدنش تقریبا میتونه رو عدد 8 و 400 باشه 8 10 اینجا یه زونی در نظر بگیریم توی ذهن خودمون داشته باشیم که قیمت بیویدوش اگر اصلاح میکنه برمیگرده به این زون معاملاتی بتونه یه واکنش خوبی رو از خودش بیاد نشون بده پس پله خوبی هستش برای اینکه یه نگاهی بهش داشته باشیم این محدوده ها یه پله ازش بخریم و باید ببینیم که در آینده چه اتفاق خواهد افتاد های بیبی کوینی که تا اینجا مشاهده کردن اگر امیدوار هستید اگر خوشبین هستید به بیبی بی حتما زیر ویدیو بنویسید بیبی بی آرمی و های بیبی کوینی که خیلی وفادار هستن به این میم کوین حتما کانال رو سابسکرایب داشته باشن خب پس تا اینجا ما متوجه شدیم فکر کنم سه تا نکته مهم بودش که خیلی توضیحات کامل و مفصلی راجع بهشون دادیم قیمتی هم الان روی لاین خودمون هستیم این لاین سعودی و نهایتا پایین اومدن دیگه محدودا میتونه باشه و ما باید انتظار داشته باشیم که اینجاها یه واکنشی نشون بده و به بازار ارزش ایشال هم خیلی بستگی داره وارد پیشو و ویدیوهایی که مربوط هستش به آپدیت تحلیل بیت کوین حتما نگاه کن اینم 42800 قیمت بیت کوین و باید ببینیم که بیت کوین چه واکنشی رو نشون خواهد داد خیلی ممنون که تا اینجا مشاهده کردید امیدوارم که از این ویدیوام لذت برده باشید لایک کردن ویدیو طبق معمول فراموش نشه نظرتون رو بنویسید تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدار